بسم الله الرحمن الرحیم لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکو صدق الله العظیم. بیننده و شنونده برنامه اسلام اقران از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آدین روز شما بخیر. امیدوار هستم خوش باشین و جمعه متفاوتر آغاز کرده باشین تا این فرصت خوش گذشته باشه. بقیه روزان هم همگام با خوشی ها و شادمانی ها و شادکامی ها باشه. از غم ها به فرسنگ ها به دور و دور باشین. خوشحال هستم باز هم به شیر سیرت با یکی دیگر از برنامه های اسلام اقران تا یک ساعت در خدمت شما قرار دارم. امروز مهمان ما آقای دکتر فضل الرحیم بصیرت هستند، اما در طرفی که راه ماندن انشاءالله تا فرصتی با ما میرسند. تا او فرصت میشه که ما تماس بگیریم و سوال های شما را یادداشت کنیم. فرصتی که استاد رسیدن، امیدوار هستم به موقع برسند تا ما بتانیم بخش های برنامه را کماکان به پیش ببریم. 020-220-1093 در خدمت شما هست. شما هم آمادگی های تماس داشته باشین و سوالی که دارین مطرح کنین. موقعیت خوب اختیار کنین، جان سوال بگونه بسیار فشرده و مختصر بپرسین. آرزوی شنیدن آواز مبارکه بر فعلا از تلویزیون و یا هم رادیو نداشته باشین. دو تا تکرار داره برنامه اسلام اقران. تکرار اول شنبه ها ساعت 5 تا 6 بام داد و دومین تکرار پنج شنبه ها ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. امروز روز ولنتاین هست. ما آیتی را کندم در ارتباط به این روز میشه که او را هم ارتباط داد. 14 فوریه برابر است با روز عاشقا. ای که چرا این روز روز ولنتاین میگن و ایچه ربطی با ما مسلمان ها داره یا نداره و دیدگاه و باورهای اسلام در این مورد چی هست، تا فرصت یک استاد برسه، چون مورد بسیار مهم هست و بدبختانه و عامیانه بگوییم شور بختانه که در کشور ما هم اندک اندک جا میفته این فرهنگ بیرونی، فرهنگ غربی و میشه گفت فرهنگ غیر اسلامی که در مغایرت با اساسات ناب اسلام قرار داره. باید مبارزه کرد تا این پدیده را جلوش گرفت و از این تهاجم فرهنگی جلوگیری کرد و صدی قرار گرفت در مقابل فرهنگ غیر اسلامی. یکی از بینده های ما روی خط تلفن هست، سوالشان یادداشت میکنیم، بعدش انشاءالله حرف و حدیث در ارتباط به 14 فوریه داریم. بله بفرمایید. بله آواز ما دارین؟ بله آواز شما رو داریم، بفرمایید. بله آواز تانه داریم، بفرمایید خواهر. علیک السلام و رحمت الله، بفرمایید. خب تماس شما قطع شد خواهر گرامی. وقتی که شما با اتاق فرمان تماس شما برقرار میشه و اتاق فرمان تماس شما را با استودیوی برنامه وصل میکنن، برین به طرف طرح سوالاتتان، چون ما آواز شما را میداشته باشیم. شما منتظر میمانین که آواز ما را بشنویم یا نشنویم، باز اونو یک مقدار سکتگی ایجاد میکنه و بعدش همکارا از اتاق فرمان هم شاید به دلیل ناهنجاری صدا تماس شما را قطع کنند. خب کشیشی بود در 170 میلادی اسمش ولنتاین. سه تا باور وجود داره که ای روز ولنتاین میگن. خب تماس میگیریم، بعدش باز فرصت دیگر تماس نمیگیریم تا همین مورد باز شوه. بله بفرمایید. علیک السلام و رحمت الله، شما با سلامت، بفرمایید برادر گرامی. جناب علی، یک از روزها یک جناب مونشد با شما صحبت هم کنام بودن و اونا می گفتن که امیر ریش و دنگی یک از جمله انهنویات مردم است و از سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم چیزی چیز نمی کنن. آیا امیر درست است که انهنویات سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک و دومش که ریش اکثر جای بعضی برادران گشت بسیار کم میکنن و یکی سر به قسم بود غربی ها تا چیزا
و یا 5 یا 6 کسه ریشون برابر به یک هفته برابر و یا این که زیادتر از این میباشند. شما لطفا در مورد به ما شما با سلامت برادر گرامی. اول ما در برنامه خود موردی را نداشتیم که مهمان ما بگوین که ریش سنت نیست و بگوین فرهنگ است و از عنعنات ما افغان هاست. همکارای بخش صدا یک چند دقیقه شما تماس با ما وصل نکنین چون گپای ما به اصطلاح نیم کلمی ما دامیانه بگوییم. امی کمری خود ما را بگیرین همکارای خوبتر از بر ما راحت هستیم دری. ما از آدرس خود نگفتیم که ریش سنت نیست. هفته گذشته هم جناب دکتر صاحب محمد ولی حنیف بودن سؤال شد اموطنی پرسیدن و جناب استاد گفتن که حتی بعضی ها با واجب بودنش تاکید دارن و ریشه میگن که جناب استاد گفتن که یک قبضه شرعی باید باشه، یعنی یک به می اندازه که یعنی از پایین وقتی دست یک قسم میگیریم از پایینش باید اندک ریش معلوم شوه و حتی جناب استاد گفتن که بعضی باورها هست که ریش واجب هست، یعنی در سنت بودنش که هیچ شکی نداره و خود پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم هم ریش گذاشته بود و خلفای راشدین و اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین. شاید اختلاف سر اندازهش باشه اما سر ماندن ریش که واجب هست سنت هست که هیچ اختلافی وجود نداره. جناب استاد هم انشاءالله فرصت میرسن بعدش سوال با اونا هم مطرح میکنیم. یک حرف بعدی، اگر ریش به گونه تقلید از انسانهای غیر مسلمان میشه، یعنی به این معنا که امروز رایج است که مثلا ریش فرانسوی میگذارن یا ریش به اصطلاح خطای مختلف انداخته میشه، بازی اگر نیت به شکل تقلید گونه می باشه یا تقلید گونه می باشه بازی گناه هست. ما حدیثی داریم از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح هست که من تشبه به قوم فهو منهم، هر کسی که خود مشابهت به قومی میکنه او از امو قوم هست. من حرف و حدیث با جناب استاد انشاءالله شریک میسازم. سؤال فرصت بعد دکتر صاحب بصیرت میرسن با اونا هم این مورد بیان میکنیم. شما هر بزرگ دین میبینین در کشور که ریش داره، خب بعض در کشورهای بیرونی ما میبینیم که در کشور عربستان سعودی یا بعضی از کشورهای اسلامی دیگه فقط امو قسمت زنخ ریش میمونن و دیگه قسمت های روی می تراشن. خب این مورد هم از جناب دکتر صاحب فرصتی که رسیدن می پرسیم. حرف و حدیث شرعی با اونا هست. خب دوست عزیز، روز 14 فبروری برابر است با روز ولنتاین 170 هجری کشش مذهبی مسیحی زندگی می کرد و نام ازی بود ولنتاین. این دمی روز به قتل می رسه. 3 تا توجیه وجود داره. یک دلیلی است که بعضی ها میگن که این کشش مرتکب عمل زشت زنا میشه، بعدش پادشاه زمان ای را به جرم زنا به قتل میرسانه و چون ای خود را شیفته فردی میدانست، بعدش همین شیفتگانش ای روز بعدش تجلیل میکنن و بالاخره میرسه تا ای که دامنه از ای وسیع و وسیع تر میشه و بالاخره ای حتی راه پیدا میکنه این مورد در کشورهای اسلامی. من 2-3 شب پیش در مورد چندین کتاب مطالعه کردم در ارتباط به روز ولنتاین، تجلیل از ای ناروا هست، زشت هست و حتی بعضی از کتابای فتوا نوشته بودند که تجلیل از روز ولنتاین حرام هست. عزیزای ورجوان تلاش به این صورت بگیره تا ما از تهاجم فرهنگی جلوگیری کنیم. رسانه ها هم مسئولیت دارند در ارتباط به موضوعات که بسیار حاد و مهم هست، نباید این را انعکاس بتن. حتی میشه که در جهت آگاهی دهی باید کار کنیم. نسل جوان باید بیدار باشه. ما نیاز به برنامه ها داریم تا کشور بسازیم، خود بسازیم و بالاخره یک وطن شکوفا داشته باشیم، نه ای که بریم تجلیل از فرهنگی که در مغایرت با اساسات ناب اسلامی قرار داره. خب دوست عزیز 020-220-93 در خدمت شما هست. تماس میگیریم و سوالات یادداشت میکنیم. فرصتی که مهمان ما رسیدن سوالات با جناب استاد انشاءالله
شریک می سازیم. یک مورد دیگر هم یاد کنم که در شهر کابل و شاید هم بعضی از شهرها ما می بینیم که بعضی از دکانها و هتلها با رنگ سرخ یعنی مزین بگوییم شده. ما آیتی داریم در قرآن کریم که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در اسم و گناه نباید کمک صورت بگیره. و ما می دانیم که روز ولنتاین روزی است که در مغایرت با فرهنگ اسلامی قرار داره و تجلیل از این روز علمای بزرگ اسلام حرام قرار داده و چیزی که حرام هست کمک کردن دری هم گناه هست. نباید زمینی فساد مهیا ساخت و به خاطر آگاهی دهی از این والدین گرامی، رسانه ها و همه مسئولیم تا کار کنیم. یکی از دوستان خط تلفن هست، ببینیم سوال و نظرشان چی است. بله بفرمایید. استاد سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید. میخواستم که دو سوال داشتم. بفرمایید خواهر جان بفرمایید. من سوالم که روز چهارشنبه کا پاس کنه، روز چهارشنبه کا پاس کنه کالج تا چی گفت؟ شرعی مندوار یا نداره؟ خواهر جان چی گفتی؟ نمی سوالم من درست نگرفتم. روز نگارو چهارشنبه تصفال کنه کالا چی بکنه؟ خواه 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 دیگه؟ خواه باز دوم سوال کنشسته مرد با جازم امی مایت جنازه باید شما یا تجره کنی مردم دفعه بچی خواهد شده جاوه تقام بگرم کفان سر تکمی باره. تشکر، مورد بسیار خوبه گفتین، سلامت باشین. در مورد موضوع سوال دومتان خواهر گرامی مورد بسیار خوب اشاره کردین که ما شکل ای که چگونه یک میت یا مرده شسته شوه و شکلش باید یک ایر تصویری بسازیم که انشاءالله کار خواد کردین در مورد، چون نیاز داریم ما باید بدانیم. انشاءالله در این مورد هم کار میکنیم و ایره برتان اطمینان میتونم یک ویدیوی بسیار خوب میسازیم از طریق صفحه اسلام و قرآن هم به اشتراک میگذاریم و هم در یکی از برنامه های اسلام و قرآن هم انشاءالله ایره شریک خواهد ساختیم. ما یک ویدیو را در چی دیدم؟ در یوتیوب دیدم یک بار، اونا یک مدل انسان ساخته بودن، یک مدل پلاستیکی بود و یعنی مدل انسانه و اصلا شستشوی شد در او مدل نشان می دادن، یعنی شکل گودیایی که در لباس فروشی ها هست امی قسم. انشالله همو ویدیو ها را اگر نشد، چون ما قدر دسترسی نداریم در کشور خود به او مدل ها و مشکل هست، امو را دانلود خواد کردیم و در یکی از برنامه ها انشالله او را به اشتراک میگذاریم تا دوستا ببینن. خب تماس میگیریم بعدش انشالله در ارتباط با سوال اول خواهر که بسیار مورد مهم هست هم حرف و حدیث داریم. چند مورد هست در کشور ما، یکی که میگن روز جمعه خانه جاروب نشه، پاک نشه، و یا میگن روز جمعه لباس شسته نشه یا بعد از شام شستن لباس و جارو کردن خانه گناه هست، و یا در شب ناخون گرفتن حرام هست و گناه هست، و بالاخره موارد دیگه که خواهر یاد کردن که مثلا روز چهارشنبه گفتن اگر شخصی وفات میکنه لباس ازی باید سوختانده شود. ما دین خود و آموزه های دینی خود باید به او سر بزنیم و آگاه شیم و بدانیم، به این معنا که ما کار خود و عمل خود از قرآن و حدیث بگیریم. در هیچ جای دین چنین موردی را که ما سر زبان ها داریم ذکر نشده. نظافت جز ایمان است، الطهور و شطر الایمان، در هر موقع و در هر فرصت باید به سر وضع باید برسیم. اگر این شستن بدن می باشه، گرفتن ناخون می باشه، و یا حمام کردن می باشه و از یا لباس شستن می باشه یا جروب کردن خانه می باشه، هیچ گونه مانع شرعی وجود نداره. فقط یک فرهنگ غلط، یک فرهنگ است که از یک دید عوامانه در جامعه جا افتاده و مردم بدبختانه که این یک من حیث یک اصل شرعی قبول کردن. بله، گرفتن ناخون ها در روز جمعه سنت هست، در روز جمعه گرفته شود بهتر هست، اما در بقیه اوقات هم اگر گرفته میشه هیچ مانع شرعی نداره. صرف یک مورد هست از نظر صحی که ناخون چون یک میکروب بسیار غلیظ داره
این نباید یعنی در یک جایی گرفته شوه که خدای نخواسته وارد حلق نشه یا خودش یا عمو گردکایش به خاطر یک بر صحت بسیار مضر هست و نما ویروس بسیار خطرناک داره. دیگه هیچ گونه مانع شرعی ندارد. جناب دکتر صاحب حنیف در برنامه گذشته گفتن که قسمی که خود انسان کرامت داره، اعضای بدنش و هم صاحب کرامت هست، مثلا زمانی که موی اگر قطع میشه، موهای بدن یا ناخونها اگر گرفته میشه، کوشش شود که در یک جای دفن شود، چون انسان قسمی که خودش صاحب عزت هست، یعنی اعضایش هم صاحب عزت هست. خب یکی از دوستا روی خط تلفن هست، تماس بگیریم و منتظر استاد هم هستیم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. بدم راجع به می روزی که شما چیز پروگرام گرفتی وارد پای. بله. همین زمین بارا صحبت میکنید. بفرمایید. اول بابا ما کشور اسلامی سیم در چه قرار حالات بعد زندگی قرار داریم کشت همینطور برنامه حالا که میگره باید مشکل را حل بکنیم مشکلاتی در زندگی داریم همون را حل بکن. بله. و دونی که ای به ما یک ننگ است، یک شرم است، یک آر است که ما به ما این روز را تجلیل میکنیم. این روز انسان هایی بسیار بلی بوده از دیدگاه خودم چیز یک مقال و معلومات دارم در این باره. بله. خب تماس برادر قطع شد. من شاید من اشتباه برداشت کرده باشم. برادر گفتن که شما در ارتباط به روز ولنتاین برنامه گرفتی. نه خیر، برنامه اسلام و قرآن است. ما دیدگاه خود داشتیم، دیروز هم یک برنامه در ارتباط به موضوع گرفتیم که تجلیل از روز عاشقا در فرهنگ ناب اسلامی حرام هست، جا نداره، زشت هست و ما مسئولیم تا به خاطر زدودن این فرهنگ غیر اسلامی کار کنیم. ما دیروز برنامه‌ای داشتیم، نیم ساعت تمام با مهمان خود صحبت داشتیم و گفتیم که ما مسئولیم تا از تهاجم فرهنگی جلوگیری کنیم. رسانه ها، والدین گرامی متوجه فرزندان خود باشند، دکان ها و رستوران ها زمین ساز این تهاجم فکری نشن و بالاخره همه با هم دست بدیم تا از تدلیل این روز جلوگیری شود. بله، قسمی که شما گفتین و همه میدانیم ولنتاین یک کشش بوده، یک مسیح مذهب بوده و بالاخره مرتکب عمل زشتی میشه و بالاخره پیروایش این روز تجلیل میکنه. خدای نخواسته، خدای نخواسته اگر این روز تجلیل میکنیم، این به این معناست که تجلیل از روز فاسقی که مرتکب عمل زشتی میشه، این به این معناست. خب دوست عزیز، منتظر تماس های شما هستیم. 020-220-1093 را تماس بگیرین و سوال و نظری داشتین ما در خدمت شما هستیم. بلی؟ بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید. سوال داشتم در مورد خانواده سنت که در اسم زمان نداشتم و دون در اثر کوید جرزو بار و سوال چه قسمت و چه قسمت مورن نتونه از این همی صدای استودیو هم کرا شما یک کمکی پخش کنین. من خواهر دوباره سوال تانا تکرار کنین، صدا نکاس کرد، من درست گرفته نتانستم. میشنوین خواهر؟ آواز ما دارین؟ خب بر صورت دوباره خواهر گرامی تلاش کنین تا اگر تماس شما برقرار شد. من درست سوال شما را نگرفتم و با تاسف اتاق فرمان هم تماس شما را نتونستن حرفای شما را درست داشته باشند تا اونا اگر میشد که سوال یادداشت میکردن. خب همکارای بخش تکنیک یک وقفه را بر ما آماده بسازین، بعد از وقفه انشاءالله باز هم دوباره در خدمت قرار میگیریم. خوش آمدین.
ادامه برنامه اسلام و قرآن را به گونه نشر زنده و مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. در جریان وقفه برای استاد تماس گرفتم، استاد هم میرسن انشاءالله. تا فرصتی که استاد برسن خوب هست که تماس شما را داشته باشیم. با تاسف روند همیشگی برنامه اسلام و قرآن را نتانستیم امروز که به پیش ببریم، چون خوب دوستان منتظر هستند تا پاسخ سوالات خود داشته باشند. ما مجبوریم که در نیم ساعت دوم سوالاتی که شما ارسال کرده بودین باید از مهمان ما بپرسیم و موضوع دوم با تاسف که نمیشه امروز رویش صحبت شوه. فردا میدانین که 26 دل برابر با روز قشون سرخ هست و یک روز تاریخی هست، باید رویش حرف و حدیث می داشتیم. با تاسف که مشکل ما نبود، مهمان ما نتانستند که به موقع برسند تا ما در مورد 26 دل و در مورد تهاجم ابرقدرت زمان و در مورد خروجش توسط افغانان دلیر و شجاع هم حرف و حدیث می داشتیم. خب منتظر تماس شما هستم، اگر سوالی دارین به شماره تماس ما تماس بگیرین. 020-220-1093 در خدمت شما هست. فقط یک دقیقه دیگه تا اذان زار با افق شهر کابل مونده و در این فرصت اگر تماس شما رسید که انشاءالله همکارای بخش تکنیک تماس شما را با ما وصل میکنن و سوالتان را یادداشت کرده، بعدش جناب استاد که آمدن انشاءالله سوال شما را پاسخ خواهیم گفت. یکی از دوستان خط تلفن هست. بله بفرمایید. بله بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. السلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله، بفرمایید برادر، آواز شما را داریم. برادر عزیز، کسی که یگانان عیانان یک جای برابر شود به خاطر یک چهار صاحب جگرخونی پیدا نزید قسم بخوره، این قسم آیا چه رقم کنه که میشه؟ خواه خواه، یعنی ضرورت به قسم خوردن میشه یا از سر مجبوری قسم میخورین؟ چه قسم؟ آواز ما دارین؟ مشتم. جان، امی کمی واضح بسازین سوالتانه؟ بلی؟ بلی. دوباره تکرار کنین سوالتانه برادر گرامی؟ خب، تماس قطع شد. فرصت اذان زار با افق شهر کابل هست. بعد از نشر اذان جمعه مبارک با افق شهر کابل در ادامه اسلام و قرآن در خدمت شما قرار میگیریم. خوش آمدین. ادامه اسلام و قرآن را به گونه نشر زنده و مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. آقای دکتر فضل الرحیم بصیرت، استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل با ما پیوستند. بخیر آمدین استاد، خوش آمدین. تشکر. سلامت. استاد گفتن که 10 کم 11 از خانه حرکت کرده بودن، اما شهر کابل یعنی اعتبار نداره و اعتماد نداره و میشه این گونه مشکلات پیش میاد. استاد سوالاتی در فرصتی که شما تشریف نداشتین ما داشتیم از بیننده های خود. در مورد ریش، آیا یک فرهنگ افغانی هست یا سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم؟ الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. ریش ماندن سنت نبوی صلی الله علیه و سلم هست و فرهنگ نیست. با دلیل اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که دو چیز از سنن انبیا هست. یک از او یعفاء اللحیه هست، ریش ماندن هست. صحبت دومی است که ریش از آن جنس سنت های هست که ام پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و عمل کرده و ام امر کرده. و ای از قوی ترین انواع سنت می باشه که هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را عملا تطبیق کرده باشه و هم به او امر کرده باشه. و امر ثالثی است که ای را از سنت همه انبیا را گفته. بنا ان ریش فرهنگی اسلامی هست، از او بالاتر سنت مؤکد هست. حتی به بعض اصطلاحات علمای حدیث اگر نظر کنیم
میشه که بگویم که ریش واجب است، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به تاکید به او امر کرد. بسیار زیاد تشکر. در مورد اندازش هم بگویم استاد، به چه اندازه؟ بله. ریش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که وعف اللحه، ریش را بمانین و وفر اللحه آمده، و نگفته که به چه اندازه باشه. خب و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ از جز از ریش خود را کوتاه هم نکرده. لیکن از ابن عمر روایت شده که ابن عمر در حج خود ریش خود را با اندازه قبضه از بالاتر را گرفته بوده. بنا ان او جمله مردمای ما و شما که امو شکل اول در نظر میگیره، پس ریش کلن ماندن سنت هست و کوتاه‌کتن چیزی گپی نیامدگی است. چقدر کوتاه منظورتون افتی کوتاه؟ مطلقاً ریش ماندن چیزی که هست، چیزی که ما دارم و یا تو داری. اما بعضی از علما به مو عمل ابن عمر در نظر گرفته و گفتن که بالاتر از قبضه سنت نیست. با این خاطر در اینجا دو نظریه از علما اسلام در باره نقل شده. یکی از علما سعودی را بتا نقل میکنم و یکی نظری مودودی را نقل میکنم. شیخ ابن عثیمین از علمای سعودی میگفت که ریش کم گرفتن کم گناه است و زیاد گرفتن زیاد گناه است. خواه یک مدلول خود داره. و مودودی سیب گفته که ریش کم ماندن کم ثواب داره و ریش زیاد ماندن زیاد ثواب داره. هر دو گپ اگر در او فکر بکنیم ما را با مو گپ تو نزدیک میکنه که بنا ان خوبتر بدون شکی هست که مطلقا ریش را بدون کدام تصرف مانده شد. لیکن اگر کسی کوتاه کرده ما را چی بگویم؟ جواب من است که اگر ریش کمی داره اما کم ثواب داره. شما بسلامت، بسیار زیاد تشکر. دوست عزیز تماس شما را میتونیم گرفتم کارای بخش تکنیک بخش صدا شما، اگر تماس دوستا میرسن تماسشون با ما وصل بسازین تا دوستا سوالی که اگر دارن سوال خود بپرسن. خب استاد، نماز جنازه غیابی آیا درست هست؟ خواندن نماز جنازه غیابی؟ بله، نماز جنازه غیابی رسول الله صلی الله علیه و سلم با نجاشی کرده بوده. وقتی که با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی آمد که نجاشی وفات کرده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابه خود را خبر کرد و نماز جنازه غیابانه سر زو خان. و نجاشی معروف است، یک نصرانی بود، حاکم و پادشاه حبشه یا ایتوبیا که امروز میگن، از امی کشور بوده، مسلمان را پناه داده بوده و پیغمبر اسلام را از نگاه کتابای ادیان سابقه میشناخت، چون تا انجیل به صراحت او را ذکر کرده. پس او مسلمان شد الاخره و وقتی که وفات کرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به او نماز جنازه را غیبانه خواند. یعنی درست هست. امی یک سوال از واتساپ میخونیم جناب استاد، شش رکعت نماز نفل بعد از شام چگونه هست؟ بله، این را حدیث نبوی آمده و در تفسیر از او میشه علما بحثای خود داشته باشه که می شش غیر امره دو رکعت شام هست یا نیست. بله هست، دو رکعت ما شما میخوانیم سنت سنت. بله، چهار رکعت دیگه که خوانده شوه اما شش را پورا میکنه و اما در حدیث که شش رکعت آمده پورا میشه. سلامت باشین. وقتی یک شخص فوت میکنه در عذاب بعد از فوت میبینه یا عذاب تا با آمدن روز قیامت؟ عالم برزخ یا انسان که در قبر هست، این مقدمه و یک مرحله از مراحل قیامت است. و به این خاطر است که حضرت عثمان رضی الله عنه وقتی که به مقبره می رفت و از او عشقی زو می رفت و گریه می کرد و گفت که قبر اولین منزله قیامت است، بنا ان دمی قبرم ام جز از عذاب خود را می بینم. سلامت باشین. دوستان سوالی اگر دارین به شماره تماس 020-220-1093 تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین و فرصتی باقی مانده انشاءالله تا ختم برنامه ما امروز سوالاتی که شما ارسال کردین از جناب استاد میپرسیم. در مورد رنگ کردن موی استاد بر مرد و زن
جواز داره؟ بله. فکر میکنم مسئله ما بین مرد و زن فرق میکنه. خواه. سیاه کردن ریش را در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از او منع آمده. خواه. ولیکن در عین وقت وقتی که مکه مکرمه فتح شد پدر حضرت ابوبکر زنده بوده او بسیار کران سنادم بوده بچه ایزو حضرت ابوبکر رفت و پدر خود را در آغوش خود گرفت او را به پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آورد و او مکمل سفید بوده ریش و ابرو چیزی که هست مکمل کران سنادم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ما را میگفتین ما میرفتم پیش ازو و هم فرمود که امیر را تغییر میدادین یعنی امی سفیدی که داره بنا ان علماء امروز امی توجیه را دارن که اگر چیزی از حنا امرای رنگ سیاه مخلوط شوه و یا حنا باشه باکی نداره اما رنگ سیاه خالص استعمال کردن خوب نیست میریم با طرف زنها اصل طبیعت زنها به زیبایی هست بنا ان اگر زنها به خاطر زیبایی بعضی رنگا را استعمال میکنه چیزی که بنده میفهمه مشروع هست باقی نداره سلامت باشین این یک رواج برامد استاد بین خانم ها که بلیچ میکنن رنگ موی زرد میکنن یا رنگ های دیگر بله، خب بله. شاید از نظر صحی که مشکل خود حتما داره اما از نظر شرعی چی بوده است؟ گفتم از نظر شرعی باقی نداره یعنی جوازه داره؟ هر رنگی که باشه؟ رنگی که مناسب زنها باشه و زن را با مرد مشابه نکنه باقی نداره خب سلامت باشین خب تماس میگیریم بله بفرمایید بله آواز ما دارین بله سلام علیکم علیک السلام و رحمت الله بفرمایید سلام را دارین بله بله آواز شما را دارین بفرمایید ببخشید من سوال داشتم که در کشورهای اسلامی وقتی که امیر یا پادشاه یک کشور به کفر رو میاره سر مسلمانان جهاد فرض میشه ولی مسلمانان ما که از کشورهای اسلامی میرن به کشورهای غیر اسلامی و تابعیت اوی ممالک قبول میکنن که پادشاه مسلمان ندارن در این قسمت از نظر اسلام شما یک چی قسمت ارزیابی میکنید سلامت سوال گرفتین به طور کامل بسیار زیاد تشکر سلامت باشین بفرمایید دوست ما از سفر به کشورهای غیر اسلامی سوال میکنه فتاوایی که در این باره در کشورهای اسلامی علما کردن این هست که رفتن به خاطر تعلیم ضرورت جایز است یا صحت مریض است اما رفتن به خاطر ازی که همین زندگی ما اینجا عادی هست باش که زندگی فوق العاده را بکنم این اکثر علما غیر مشروع میدانند بازم تکرار میکنم رفتن با کشورهای غیر اسلامی به خاطر تعلیم به خاطر مشکلات صحی و مریضی و امثال لیو که ضرورت انسانی باشه مشروع هست اما خاطر به خاطر ازی که ما طبیعت گرفت زور بگیرم و زندگی فوق العاده داشته باشم یک حدیث آمده و ابن القیم در زاد المعاد او را به اصطلاح به صحت توجیه میکنه او حدیث ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما بری هستم بیزار هستم از هر مسلمانی که در مابین غیر مسلمان ها اقامت را انتخاب و اختیار میکنند خب بسیار خوب در قسمت تجارت مسکن گزین شدن در کشور غیر اسلامی به خاطر پیشبرد مسائل تجارتی چگونه است هیچ باکی نداره که ما مردم به خاطر تجارت به کشورهای غیر اسلامی میریم اموال وارد میکنیم اموال اونجا شاید بفروشیم ام صادر کنیم ام وارد کنیم فقط تابعیت گرفتن جواز فقط نداره. اقامت دائمی فقط به خاطر زندگی بهتر امیر علما جایز نمیکنه اما به خاطر ضرورت های انسانی باکی نداره وجود شما با سلامت تشکر آخرین تماس شاید بله بفرمایید بله آواز ما دارین سلام علیکم علیک السلام و رحمت الله بفرمایید بخیر باشین ببخشید من یک سوال داشتم استاد محترم بفرمایید خواهر گرامی بفرمایید من میخواستم امیره بپرسم که بعضی شوهرها هستن از خانم خود مثلا یک قسم سرش میخورن که ما فلانی کار تو بکنی سر ما طلاق میباشی نمیمان کار کنی دوباره خودش پشمان شده و ایده میگه
که بری کار انجام بده، دیگه کار طلاق واقع میشه. خواه طلاق مشروط به شرط میشه. استاد سوال گرفتین، این مورد بسیار زیاد هم هست. بسیار تشکر خواهر گرامی، بفرمایید استاد. بله، میگه بعضی شوهرها وقتی که جنجالش با فامیل واقع میشه، میگه این کار کردی سر ما طلاق بشی. بله، او طلاق همشهره واقع میشه اگر اون کار صورت گرفت. مثلا بعضی اول خوی کار حرام هست، ما از اون طرف بحث نمی کنم. خواه از اینکه چی میشه ام نتیجهش بحث میکنم. بله، او کاری که غیر مشروع هست، اصلا او شوهر قول حرام تلفظ کرده، خو نتیجه چی میشه؟ نتیجه همی هست که اگر امو کار واقع شوه و زن فرض کنیم که به خانه بره، امو طلاق واقع میشه. میمانه مسئله دومی که مطرح کردی که پشیمان میشه، امی قسم پشیمانی نداره. این از جمله حقوق الله هست، در مسئله حقوق الله پشیمانی اهمیت نداره. و او مسئله تلفظ کرده، او به جای خود مانده، اگر امو شرایط تطبیق شد طلاق واقع میشه. سلامت، پس این سخن به مثل تیری است که از کمان خطا خورد بر نمیگرده. بالکل، پس بر نمیگرده. سلامت باشین. خوبتر واضح شد جناب استاد، چون بعضی از دوستا هستن شاید بیش هنوز هم نفهمیده باشن. طور مثال احمد نام برای خانم خود که زینب است، میگه زینب اگر خانه مادرت رفتی طلاق هستی. 5 دقیقات میگم من پشیمان شدم، بسیار بد کردم، غلط کردم. باز چی میشه؟ پشیمانی هیچ معنی نداره، تلفظ صورت گرفته و اما اگر مو به خانه پدر میره، یک طلاق واقع میشه. یک طلاق اگر گفته بود با 3 سنگ طلاق، با 3 طلاق واقع میشه. دیگه گپش خلاص هست. خاطر سلامت باشین. مسائل خرد کوچک به طلاق نکشانند دوست عزیز. امی گذشتن از پیش روی نماز گذار چگونه هست استاد؟ یعنی فتوای شما. خو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیحه خود از این عمل منع کرده. بله. و میگه که اگر چل استاد شوه خوب تر از این است که مرور بکنه. علما میگه که چل چی بوده؟ چل روز است یا چل ماه هست؟ چل دقیقه است؟ چل دقیقه هست؟ چل ساعت است؟ بنا ان مرور شدن ما بین پیشروی نماز یک عملی حرام است. بنا ان برای مصلی سنت مؤکد هست که او ستره را پیش خود استاد کنه. همین ستره با اندازه یک گز شرعی، که گز شرعی را فقها از 50 سانتی تا 70 سانتی ذکر کرده. ما با مشکلی از یک اعلی را پیشری خود استاد کنه، اگر دو پیشتر مثلا چوکی باشه، ما فی الحال ما نماز میخوانم یک چوکی را پیش خود میمانم. استاد 70 گز شرعی به می اندازه مثلا طور مثال فرض کنین از این نوک دست تا نوک وارنج به همین شو استاد. بله، امو گز اسلامی هست. امی گز اسلامی از نوک شست میشه استاد تا بله خیق. بله با امی اندازه فرض استاد با مزد. اگه اینی یک کتاب بود، یک کتاب بود شاید به می اندازه بیا، امی به می مقدار برش شاید یک 15 تا 20 سانتی برش باشه، بازی چگونه استاد میشه؟ بله، با ما چیزی که شما اشاره کردین و عملا به دوستان نشان دادین، به اندازه چوب باشه، یک بالش باشه، چیزی باشه و یک چوکی باشه پیش خود بمانه. بعد دو پیش بالاتر اگر کسی تیر میشه باکی نداره. سلامت باشین، شما تشکر. استاد اگر ضرورت به قسم خوردن میشه، اگر ضرورت به قسم خوردن میشه، اگر آدم قسم میخوره، سوال بیننده ما بود پیش از تشریف آوری شما به استودیو، قسم میخوره چگونه است؟ اگر ضرورت به قسم واقع شه و عمل مشروع باشه باکی نداره. مثلا مثالی طور ذکر میکنیم. بله، ما و تو سر یک مسئله جنجال داریم و گپی مرا دا دل تو شک وجود داره، یقین نمی کنی. پس برات میگم که بخواد با قصاق از قسم یاد میکنیم که امی کار نکردیم و یا نمی کنم یا با تو تعهد میکنم یا مثالی زو او قسم جایز است. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب، استفاده ها بردیم، خداوند شما را به سلامت داشته باشه و تشکر از اینکه آمدین، فرصتی بسیار زیادی را هم در راه ماندین، تشکر از شما و تشکر و پوزش از تک تک شما که امروز شاید منتظر بودین که حد اکثر سوالات شما مطرح شد، پوزش و مذرت. انشاءالله هفته بعد یار زنده و صحبت باقی در خدمت شما هستیم. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نشر کنین، سوال و نظری داشتین در خدمت شما و شماره تماس 0782 227 10 هم واتساپ است و هم شماره تماس عادی قریب تلفن مفتیده بود. خدا حافظ، جمعه خوب خوش برتان آرزو دارم. الان نگهدارم.